به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز. به گپ نشینی امشب خیلی خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه هم یک میهمان گرانقدر داریم که بعد از بخشی که به عنوان معرفی مهمان خدمتون تقدیم میشه، این بزرگوار به جمع ما اضافه میشوند. آن چریک پیر، آن مرد دلیر، آن چشم و دلسیر، آن یه عمری وزیر، آن مبارز با جیگر، آن فرمانده و افسر، آن خوشتیپ دهه 50، آن بنیانگذار تلفن همراه، آن بی جناح و رها، آن مبارز از جوانی، آن در خیلی چیزها بانی، آن وزیر نفت که بعدها به وزارت ارتباطات رفت، آن آورنده موبایل و فکس، آن عاشق ژست در عکس، آن در گفتگو ساده، آن مسئول بی افاده، آن صاحب عزم و اراده، آن کاندیدای ریاست جمهوری، آن منتقد سنتوری، آن از اول تا آخر همین جوری، آن بیرو در وایستی منتقد، آن مخالف دروغ به جد، آن مرد بی ممیزی، استاد محمد غرضی. در خدمت میهمان امشب برنامه گپ نشینی هستیم، جناب آقای مهندس محمد غرضی. خیلی افتخار دادید و خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردین، خیلی متشکرم. خواهش میکنم یک سلام و احوالپرسی با بینندگان ما داشته باشید که گفتگو شروع کنیم. خدمت تمامی بینندگان سلام عرض میکنم. جناب آقای غرضی، میخوام اولین سوال رو یه ذره کوتاه جواب بدید. خودتون فکر میکنین شما چریکین، کارشناس برقین یا وزیرین؟ من سرباز ملت ایران هستم. خب در کدومش؟ این سه تا منظورمه. عرضم به حضورتون خودتون چی فکر میکنین؟ سه تا صفته که به من میچسبه. حالا مردم اینطوری لقب دادن، من مخالفتی ندارم. پس در حقیقت منظورت اینه که هر سه رو هستید. یه کارشناس برقی که وزیرین. من سرباز مردم هستم. بسیار. چه در تکنولوژی، چه در جنگ، چه در چریکی. عرض کنم خدمتتون که شما فکر میکنم از اون دست وزرایی هستین که خیلی مدت طولانی وزیر بودین. 12 سال پست و 16 سال 4 سال وزیر نفت، 12 سال وزیر پست و تلگراف و تلفن، 2 سالم استاندار خوزستان در موقع جنگ و... درسته، وزارت رو میخوام بگم. و فکر میکنم با جناب آقای زنگنه میتونیم بهتون بگیم شیخ الوزرا بودین در جمهوری اسلامی. بالاخره این توفیق بوده که ما در خدمت مردم بودیم. میخوام بگم که چه نکته ای رو در وجود خودتون دیدید، چه امتیازی، چه ویژگی که تونستید اینقدر وزارت کنید؟ حقوق عامه رو بر حقوق خاصه ترجیح دادم. از طول عمرم این جریان رو یاد گرفتم که حق با عموم مردمه و کسانی که صاحب امتیازن یک حقی از مردم رو تصاحب کردن. اون وقت ستاد کشور، اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه و صاحبان امتیاز، اینا جریانهای صاحب امتیازن که میاند و میرن. ولی اون چیزی که ماندگار هست مردم هستن و قاعده جامعه. قاعده جامعه کسی است که تمام بار جامعه رو میبرد، که امروز جریان گرانی رو قاعده جامعه
خیلی شدید با خودش حمل میکنه و خیلی هم سخته. بندم تمام تلاشم در دولت و مجلس و جامعه و شغلهایی که داشتم همیشه قاعده جامعه رو بر ستاد جامعه ترجیح دادم. جناب مهندس، با چند تا رئیس جمهور کار کردیم؟ یه نخست وزیر جناب آقای مهندس موسوی، یه دونم آقای هاشمی رحمت الله علیه که 8 سال خدمت ایشون بودم، خدمت 16 سال وزارت کردم. تا حالا با پیش اومده توی مسئله اختلاف نظر داشته باشین؟ فراوون، بله. اگه من فکر میکنی یه موردشی رو مثلا برای ما بگیم. من در مورد اداره کشور تفاوت نظر با دولت‌ها خیلی متفاوته. مثلا وقتی که من اومدم تو وزارت نفت، بنزین کوپنی بود. 2 ماه بعدش کوپن رو آزاد کردم، یعنی حقوق عامه رو بر حقوق خاصه ترجیح دادم. و در تمامی این جریان‌ها مثلا اختلاف نظری که با آقای هاشمی داشتم، ایشون توسعه با تورم رو تشویق میکرد، من توسعه بدون تورم رو تشویق میکردم. و شاید تنها کاری که میتونم امروز به عرض جوانهای کشور برسونم اینه که تنها جنسی که در کشور ارزان‌تر از قبل از انقلابه تلفن کشوره که خیلی خیلی ارزان، 5000 تومان میدید یه دونه موبایل میگیرید. کشوری که 80 میلیون جمعیت داره 200 میلیون سیم کارت داره. من براتون چای بریزم آقای مهندس؟ میل دارین؟ نخورم بهتره. میل نداره. حالا بدین. حالا میریزم اگه دوست داشتین. آره. گلتونو. خیلی متشکرم. خواهش من از اینکه شما زحمت بکشین خجالت میکشم. نفرمایید. خیلی متشکرم. آقای مهندس اگه اشتباه نکنم موبایل رو هم در زمان وزارت شما وارد کشور شد. تمام سیستم دیجیتالی در ظرف این 12 سالی که بنده وزیر پست و تلگراف بودم، تمام سیستم های مخابرات رو از مکانیکی و فیزیکی تبدیل کردم به نرم افزاری و بدون اینکه 1 ریال از دولت بگیرم، بدون اینکه فشاری به مردم برسد. اگه مسئولیت دولتی نداشتین، فکر میکنین با این نگاهی که خودتون دارید و میگید سرباز مردم بودید، اگه مسئولیت دولتی نداشتین فکر میکنین کجا خدمت میکردیم به مردم؟ فکر میکردم که توی جریان تخصص برق خیلی توانمند بودم، به طوری که وقتی که من مهندس برق شدم 90% مردم برق نداشتن و در اون دوره مخصوصا دهه 40 خیلی وسیع این کار رو انجام دادم. یه مثالی براتون میزنم. سال 46 مدیر عامل برق منطقه اصفهان منو برد پلو استاندار و مدیر عامل میخواست خدمت خودش رو توضیح بده. بعد گفت که در سال گذشته 8 تا روستا رو بردار کرده. من حسابی خندیدم. استاندار گفت که چیه؟ آخه اون موقع برق منطقه اصفهان و شهر کرد و یزد با هم ستا بود. گفتم که 400 سال طول میکشد تا اینکه برق تمام روستاها طول بکشد، چون 3000 تا روستا بود و تقسیم بر 8 کردم شد 400 سال. ولی این توفیق بود که در سال 60
تمامی این 400 تا روستا بردار شد. خب با یه همچین توانایی تو زمینه برق چطور میشه یهو سر از چریکی در میاری؟ میشین چریک؟ برای اینکه من هم دهه 20 رو دیده بودم، هم دهه 30 رو، هم دهه 40 رو. در دهه 20 شاهد اعدام کسروی بودم، شاهد اعدام هجیر وزیر دربار بودم، شاهد نخست وزیر رزمارا بودم. بله بله. و 22 و 28 مرداد رو دیده بودم. بنابراین تنم به جریان سیاسی خیلی و جریان اجتماعی بسیار نزدیک بود. فضای خانوادگی چی؟ جناب مهندس؟ بود بله. یعنی فضا خیلی بود؟ خیلی قشنگه. پدرم هم مالک بود، هم صنعتگر بود و هم تاجر بود. برای شما هم جالب باشه، خونه ما 1400 متر بود و دائم توش جلسه بود راجع به بازار، راجع به مالکیت، راجع به... پس فضای سیاسی بوده تو خانواده؟ اصلا فضای سیاسی بود. جناب مهندس، میخوام بپرسم ازتون که مهمترین اشتباه دوره مدیریتی خودتون رو اگه بخواین الان بگیم به چی اشاره میکنیم؟ که ستاد رو بعض جاها بر عامه مردم ترجیح دادم. کجا؟ میشه خواهش کنم بگین اگه اشکالی نداره؟ نه خیر، هر چی سعی کردم که دولت رو قانع کنم که اگر شما بخوان نفت بیشتر بفروشین قیمت نفت میفته، نتونستم قانع کنم و این بزرگترین اشتباه بود. و بعد من 4 سالی که وزیر نفت بودم 90 میلیارد دلار آوردم در کشور، 4 سال بعد 20 میلیارد دلار هم نشد، برای اینکه دولت فکر میکرد که میتونه، یعنی قیمت نفت خیلی تغییر کرد؟ نه خیلی، یعنی یه دفعه از 30 دلار رسید به 7 دلار. آره این دلم میسوزد برای اینکه نتونستم ستاد کشور رو قانع کنم که این اتفاق افتاد. و بعد به دنبالش جریان جنگ و اینا دیگه از دست رفت. جناب مهندس، وزارت پست و تلگراف و تلفن الان تبدیل شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. اگه الان وزیر بودی در این زمینه چه اتفاقی می افتاد با این همه تغییر و پیشرفت؟ 100 سال آینده متعلق به تربیت نسل جوان است که با نرم افزار کار کنه. و این 100 سال آینده مثل برخلاف 100 سال گذشته که همه کار فیزیکی بود، این کار نرم افزاریه. و شما در صورتی استقلالتون حفظ میشه که نیروی جوان تحصیل کرده رو مشغول کار نرم افزاری بکنید، نه کار فیزیکی بکنید. میخوام مشخصا اقدام اول شما رو، اگه همین امروز حکم وزارت شما در وزارت خونه فناوری به دستتون برسه و ارتباطات، چه اقدامی؟ اولین اقدام این هست که امتیازهای اختصاصی رو لغو میکنم. به به، درود بر شما. بریم یه بخشی رو ببینیم در بخش دوم گفتگو خدمت جناب آقای قرضی خواهیم. محمد قرضی مردی سرد و گرم چشیده ی روزگار که در عرصه سیاسی همه نوع فعالیتی انجام داده، از آموزش گروه‌های چریکی در لبنان گرفته تا وزارت نفت و ارتباطات. کسی که بدون جنجال خبری و دردسری خاص
حدود 16 سال وزیر بوده و در طول دوران وزارتش تحولات سیاسی، اجتماعی، اداری و حتی فناوری بسیاری را تجربه و مدیریت کرده است. قرضی روحیات جالبی دارد. باید گفت جزء موفق‌ترین جوان‌های دهه 50 کشور بوده. او با اینکه در خانواده‌ای متمکن و دارای امکانات مالی و رفاه نسبتاً بالاتری از سطح جامعه متولد شده بود و اتفاقاً در درس و دانشگاه هم موفق بود و توانسته بود بورسیه دانشگاه‌های اروپایی را به دست آورد، اما شیوه دیگری برای زندگی انتخاب کرد و با وجود خطرات جانی فراوان برای آموزش شریک‌های لبنانی به این کشور سفر کرد. اما آنچه از عکس‌های بی‌آلایش و ممیزی و خاطرات وی برمی‌آید، میل عجیب او به مبارزه و برقراری عدالت است. او در جوانی احساس کرد که باید پا را از دایره امن خانواده بیرون بگذارد و برای جامعه و آرمان‌هایی که به آنها اعتقاد دارد کاری انجام دهد و در همین مسیر سر از گروه‌های مبارز لبنان درآورد. اما هیجانات سال‌های پایانی جوانی و تقارن آن با انقلاب برای قرضی به گونه دیگر رقم خورد. بعد از مدتی بالا و پایین‌های سیاسی به ناگاه به عنوان وزیر نفت معرفی شد و در پست وزارت نفت 4 سال مشغول به کار بود که اتفاقاً سال‌های پردردسر و پرکاری بود. بعدتر به عنوان وزیر مخابرات انتخاب شد و به مدت 12 سال نیز سکان هدایت این وزارتخانه را به عهده داشت. نام او در عرصه سیاسی مقارن است با تحولات در عرصه ارتباطات و وارد شدن فناوری‌های جدید به کشور. و نکته مهم، میل شخصی او به گسترش این تکنولوژی و همه‌گیر شدن استفاده از آن در کشور بود که قرضی را وادار می‌کرد در برابر همه مخالفت‌ها ایستادگی کند. حالا سال‌ها از آن دوران می‌گذرد و وقتی پای صحبت او می‌نشینیم، انتظار داریم با مردی سیاس روبرو شویم که در 4 دولت پست مهم وزارت داشته، اما برخلاف انتظار آنچه می‌بینیم صراحت و سادگی دلنشینی است که بی‌تعارف و ملاحظه از چیزی سخن می‌گوید، انتقاد می‌کند، نظر می‌دهد و خاطراتی را بازگو می‌کند که نقاط مبهم بسیاری را در تاریخ سیاسی این کشور روشن می‌کند. اگر بخواهیم محمد قرضی را در چند کلمه توصیف کنیم، قطعاً یکی از آنها صداقت و دیگری صراحت است. گپ‌نشینی رو ادامه میدین. در بخش دوم گفتگو میهمان عزیزمون جناب مهندس قرضی، گفتگویمون رو شنیدید در بخش اول. در بخش دوم آقازاده محترمشون به جمع ما اضافه شدن. آقازاده خودت رو معرفی کن. سلام، خیلی خوشبختم. من اسمم سید محمد زهیره، فامیلیم هم که دیگه قرضیه. بله. خدمت شما هستیم، باعث افتخار آشنایی و حضور در جمع شما. اختیار دارین، خیلی خوش آمدید. مرسی. از کدوم بذارید از شما بپرسم، چند تا خواهر برادرین؟ ما 4 نفریم. یه برادر بزرگتر دارم، یک سال تقریبا از من بزرگترن. یک سال؟ بله. اسمش هست تاها، بنده هستم. بعد یه خواهر کوچیکتر دارم که اسمش هست تهورا. یه برادر خود کوچیکترم دارم که اسمش هست صابر. البته همه دو اسمی هستیم دیگه، مثلا صابر حسین، تاها حسین. از 4 تا هستیم. بسیار عالی. جناب مهندس، از بچه‌ها راضین؟ بله. از هر 4 تا؟ بله. باهاشون هیچ وقت چالش نداشتیم؟ با هم زندگی میکنیم. اصلا خانواده همین بنده 80 سال، مادرشون هست و 4 تا فرزند، با هم زندگی میکنیم. چه عالی. یعنی هیچ کدومتون هنوز ازدواج نکردن؟ ازدواج نکردن و زندگی رو این 4 تا و مادرشون تنظیم میکنن و هیچ مشکلی ما در اداره خانواده و تحصیل و رفتن و اومدن و این چیزا هیچ مشکلی به حمدالله. آزهه، یه موقعی فکر میکنم حالا شاید 1 سال 2 سال یه اصطلاحی خیلی شنیده شد، ژن خوب. بله. و بعد آقازاده. بله. اگه دوست داری پاسخ بده. آره، نه خواهش میکنم. خودت فکر میکنی ژن خوبی آقازاده ای؟ والا ما از بچگی اینجوری تربیت شدیم که یعنی حالا هم پدر هم مادر، هم مادر بزرگ یه مقداری بسیار زیادی اینها، که اول سعی کنیم که خودمون تلاش کنیم برای هر چیزی که به دست میاریم. دوم این کسش که اگرم یک جایی مثلا می‌خواستن ما خودمون رو معرفی کنیم،
تو حوزه مخابرات بوده، جاهای دیگه که ما رو میشناختن و بعد ما سنمون کم بود بیشتر مخابرات، بیشتر مثلا شاید با فامیلی مادر یه جایی خودمون معرفی میکردیم که حالا مثلا کسی نشناسه. خیلی هم حالا هر چهار تاییمون به شدت تو این حوزه حساسیم که مثلا خدای نکرده حالا کاری یا اتفاقی یا حرکتی نکنیم که توش امتیاز طلبی باشه. یعنی وقتی که حالا این قسمت اول پدر صحبت کردن در مورد امتیاز طلبی، خب خیلی خیلی ما هم حساسیم، به ما هم تاکید کردن. من یادم مثلا از محتاج هم نشدن. آره الحمدلله. ما مثلا از تقریبا از 5 6 سالگی پدر به من میگفتش که شما باید حتما دکترا بگیرید. چی خوندی؟ من مهندس صنایع خوندم، مدیریت اجرایی خوندم، دکترای مدیریت دارم تو گرایش رسانه. و الان کار در ارتباط با تحصیلاتت کار میکنی؟ من آره خدمت شما عرض شود که کارهای زیادی کردم تو زندگیم، حالا تو حوزه‌های مختلف برای کسب و کار و اینا. خیلی‌ها شکست خورده، یه چند تایش هم موفق بوده، ولی از سال 92 یک مجوز پایگاه خبری کار رسانه‌ای گرفتم. بعد دیگه پدر بهم تذکر دادن که شما که درسشو نخوندی چرا این کارو انجام میدی. بعد من رفتم دکترا تو حوزه رسانه گرفتم. خدمت شما عرض شود که در کل ما چهارتایی خیلی حساسیم که هم امتیازی نگیریم به یه صورتی که حالا هیچ وقت نشده از اسم حالا ما دنبالش نبودیم، یه جاهایی شاید مثلا همین که دنبالش نبودیم، همین که تذکر دادیم، ولی خب یه فرقایی هم هست دیگه. مثلا یه جاهایی خب مثلا احترامی که شاید یه سری از دوستان عزیزان میذارن، یا مثلا یه سری از دوستای پدر عزیزانی که تو مخابرات یا تو سازمان نظام مهندسی اینا هستن منو میشناسن. خب منم همیشه در خدمت پدر بودم بیشتر ساعت‌های زندگیم رو، و خب اون احترامه هست، خب اون احترامه ممکنه به یه جاهایی هم برسه، ولی من تلاش کردم خب. که اگر جایی هم دستم به جایی رسیده تقریبا همون رویکرد پدر رو انجام بدم که مثلا یه امتیاز طلبی رو پیدا کردیم و به قول معروف امتیازش رو از بین بردیم. بذارید منظور احترام نبود، به هر حال خیلی از کسانی که الان مسئول هستن با پدر کار کردن، شاید مثلا توی مقاطعی حتی مثلا معاون بودن، چه میدونم، خیلی خیلی اصلا بحث احترام نیست. رانت اون چیزی که گفتم بگن آره، شما آره. فرزند یا خودت اینو آره خیلی شفاف اگر آره خیلی شفاف بهتون بگم، ببین مثلا خیلی نکته ریزیه. اولا که باید کسب و کارت مشخص باشه، یعنی بگی آقا من شغلم چیه. من توی مثلا کار مخابراتی هیچ موقع نرفتم ISP بگیرم، نمیدونم کار مثلا تجهیزات بیارم بفروشم، هیچ موقع همچین شغلی نداشتم. حالا مال نظام مهندسی هم کار ساختمانی جایی کردم، ولی هیچ موقع نرفتم مثلا حتی مدرک پدر، یعنی یه چیزی دارن پاییه که برق از سال 42 هستن دیگه، اونو هیچ موقع استفاده نکردم. شغلم مشخص بشه، منبع درآمدم مشخص بوده، اگر یعنی کار خاصی هم نداشتم، استقبالم نکردم، یعنی شاید حالا یه سری از دوستان ناراحتم شدن، چون الان شما وقتی میگی آقازاده‌ای شاید خیلی توقع دارن که یه کاری براش انجام بدی، بله بله. یا مثلا چه میدونم یه چیزی براش وارد کنی یا یه امتیازی براش، ولی قبول داری ولی خیلی مثبتش بوده، منفی هم بوده، خیلی استفاده کردن. حالا ما که البته من چون حالا یه سری از دوستانمون، حالا مثلا یه سری از دوستان که بهشون میگن آقازاده یا مثلا فرزندان مسئولین هم میشناسم، خیلی هاشون هم هیچ کاری نکردن، یعنی میشه مثال زد، ولی خب اونایی که یه کاری کردن شاید بولد شدن. یه نکته ای که من فکر کنم باید بگم خدمت شما که خود این بحث جمع بشه اینه که منفیش هم هست، مثبتش هم هست، یعنی همینجوری که ممکنه یه سری از چهره من یا چهره شما خوششون بیاد یا نیاد، خب یه سری هم ممکنه با پدر یه خود مثلا زاویه داشته باشه، و این ضرباتی هستش که شما میخوری. شاید امتیاز طلبی رانت مستقیم منافعشو بگیری و بدونی چرا، ولی مثلا بعد چند سال بفهمی آقا چرا مثلا فلان استاد دانشگاه به من گفتش که برو حذف کن، بخاطر اینکه مثلا حالا پدرش، فرزندش، یک کسیش یه مشکلی داشته یا یه موردی داشته حالا سیاسی، غیر سیاسی. ما سعی کردیم که خانوادگی یه خود فاصله بگیریم و از این کارهام نکنیم، یعنی شغلامون مشخص باشه، درآمدمون مشخص باشه. اصلی ترین چیزی هم که فکر کنم پدر به ما گفته اینه که قانع باشی، این فکر شما کنم ادامه که دست شما درد نکنه. قانع بودن حداقل یه قسمت زیادی از مسیر رو شما رو
کمک میکنه، چون اگر قانع نباشی هر چقدر پول به دست بیاری، هر چقدر مثلا چه میدونم امکانات به دست بیاری، این وسوسه هی اذیتت میکنه، چون ته نداره. بله بله موافقم. سبک زندگی شما که آقای مهندس هم فرمودن که با هم هستید، سبک زندگیتون الان با یه خانواده معمولی فرق داره؟ یه قسمتاییش فرق داره، یه قسمتاییش فرق نداره. یه قسمتاییش خب مسائل خانوادگیه که همه دارن و اینها، مثلا با هم زندگی میکنیم و هستیم و اینا. یه قسمتاییش هم خود فرق داره، اونم به خاطر این هستش که خب همیشه پدر ما رو تو مسیرهای مختلفی فرستادن، مثلا تاکید داشتن که روی یه سری نکات توجه بکنید. مثلا بحثایی که شاید توی خانواده معمولی باشه تو حوزه‌های مختلف، شاید تو خونه ما یه بحثای دیگری باشه. بحثای اجتماعی بیشتر هست، راهکار هست. مثلا ما حداقل من، پدر و برادرم معمولا روزی یکی دو ساعت با هم وقت می‌ذاریم و پدر ما رو راهنمایی می‌کنن. مثلا میگن آقا شما این، مثلا من سوال می‌پرسم، میگم مثلا الان که این گرفتاری تورم رو چگونه میشه حل کرد، ایشون کمک می‌کنه، مثلا این تجربیاتشون رو میگن، با هم بحث می‌کنیم، نظر میدیم. خب بعد چیکار می‌کنیم اون راهکارهایی رو که پدر میگه؟ یاد می‌گیریم. فقط یاد می‌گیریم، مثلا آره. جایی استفادهشون نمی‌کنی؟ دسترسی به جایی ندارم که استفاده بکنم. حالا شاید علاقم نداشتم که برم، ولی همین که آدم یاد بگیره و راهنماییمون میکنن، کمکمون میکنن. ارتقاء فرهنگی اداره کشور مد نظر بنده هست که تمام تلاش رو بکنم که بتونم صاحبان امتیاز، بالاخص دولت، مجلس و قوه قضاییه، از روش‌های نرن که به بن‌بست بخورن. بله. دائم مصاحبه میکنم و دائم صحبت میکنم که مثلا در سال 92 که کاندید ریاست جمهوری بله بودم، این کلمه رو محکم جا اندازم که دست در جیب فقرا نکنین. و سعی میکنیم که نسل جوان رو به روش‌های عادت بدیم که به بن‌بست نرسه. کاش فضای گفتگومون اینجوری بود که میتونستیم وارد این مباحث سیاسی بشیم. بله. ولی برنامه ما تعریفش یه گفتگوی خودمونیه. نه طوری نیست، چون که به جریان اجتماعی خانواده بپردازین، میگم که چیکار کنه؟ دقیقاً. بله. میگم اینطوری. جناب مهندس، برای تحصیل بچه‌ها آیا وقتی که مثلا موقعش رسید وارد دبستان بشن، مدرسه خاص یا حالا غیر انتفاعی تو ذهنتون بود از ابتدا؟ مدرسه خاصی تو ذهنتون بود برای نام نویسیشون؟ بیشتر در دوره قبل از انقلاب دوستانی که در جریان سیاسی داشتم فارغ التحصیل مدرسه های اسلامی بودن. بنابراین غیر انتفاعی مثلا مدل اسلامی دیگه، حالا مثلا تحت بیسش غیر انتفاعی بود. آره، حالا اسمش عوض میشه دیگه، یعنی اونا میمونن اسم عوض میشه. بله این طوری بوده. این از که من این بچه ها رو فرستادم به مدرسه اسلامی، در حقیقت حالا غیر انتفاعی بود یا خصوصی بود یا هر چی بود، توجه به این داشتم که اینها بتونن در یک محیط اسلامی معارف اسلامی رو بیاموزن. مثل همه خانواده ها، ما بچه ها، حالا مثلا من با فرزندم، برای اختلاف سنی داریم دیگه، 30-28 معمولا، به خاطر همین یک چالش هایی بینمون ایجاد میشه، اصلا نگاه او با نگاه من. میخوام از چالش هایی که بین خودت و پدر اگر بوده، که حتما بوده، نمیدونم، حالا حتمانی بله، که به کار بله. شاید اشتباه نه باشه. چالش که داشتیم، این اصلا خصوصیت ایشون هم همیشه استقبال میکنه. ما مثلا در مورد مسائل مختلف هنوز هم چالش داریم، بحث میکنیم، با حفظ احترام دعوام میکنیم، نظراتمونو میگیم. عادیه. میشه موردشو بگی اگه میتونی؟ مثلا ماه تماممون دارید، خانواده خیلی دوست داشت که ایشون در انتخابات شرکت نکنن در سال 92. یعنی ما علاقه هممون، یه قسمتش این هستش که شما میای تو چشم.
یه قسمتش این هستش که مثلا مردم به شما حساس میشن، یه قسمت دیگه‌اش این هستش که من اگر موفقیتی کسب بکنم از استعداد شخصیم یا توانایی شخصیم یا شانسم حتی، این همش تا آخر زندگی وصل میشه به این. ولی خب ایشون هم نظرات خودشو داشت، ایشون کشور خیلی براش مهمه، آینده ایران، اینی که درست داره بشه، اینا خیلی براش مهمه. و حالا من تا اونجایی که حالا میگن از خودت و پدرت و اینا زیاد تعریف نکن، ولی حرفم این هستش که مثلا قبل از انقلاب تو مسیرهایی که بودن همه چیزشونو برای کشور، برای انقلاب دادن و الان هم آمادن، یعنی زیاد مسئله خاصی ندارن. مثلا همین دیگه، ایشون کار خودشونو کرد و ما هم سمعن و طاعت. بسیار متشکر. بخش دوم گفتگومون رو در حقیقت اینجا به پایان میبریم. شما برید یه بخشی رو ببینید و برگردید و بخش پایانی گفتگو رو شروع خواهیم کرد. در سال 1340 وارد دانشگاه فنی دانشگاه تهران شد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد مهندسی الکترومکانیک شد. دوره تخصص انتقال و توزیع نیروی برق از کشور فرانسه. محکوم به یک سال زندان در دوران رژیم پهلوی. سابقه مبارزات مخفیانه در کشور عراق و نجف. همرزم شهید سید علی اندرزگو. شریک فدایی ملقب به حیدری. فدایی ملقب به حیدری، فرمانده آموزشی چریک‌های فدایی در لبنان و سوریه. از مؤسسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مصطفی چمران. محسن رضایی. صفار هرندی. محمد قرضی. بیژن زنگنه. یک مصطفی چمران. نمیدونم یادم، مصطفی چمران. من بین دو نفر که حالا ابتدا آقای دکتر چمران باشه این مشخصاتی که خوندم، یا آقای صفار هرندی، بین این دو نفر من سوسان، ولی احتمالا آقای دکتر چمران هستش. محسن رضایی. آقای قرضی هستن. بله آقای قرضی. هیچی اصلا به ذهنم نمیاد. اولین چیزش برای نیرو برق و این چیزا بود، شاید برام قابل تجسس مثلا این همه تعجب نمیکنم، ولی اینکه مؤسس سپاه پاسداران باشه بعد چریک هم بوده باشه، خیلی واسه مثلا جالب بودش، خیلی جالب بود. مهندس نمیدونم آخه سخته، چه دورانی اصلا چریک شدن ایشون؟ خیلی شرایط زمانی و مکانی اون تصمیم هایی که انسان میگیره متفاوت میکنه دیگه، و هر کسی به نسبت اون اتفاقاتی که تو زندگیش میفته یه احساس وظیفه میکنه و تصور میکنم ایشون هم سعی کرده وظیفش عمل کنه دیگه. بخش پایانی گفتگومون رو در خدمت جناب مهندس قرضی می‌خوایم شروع کنیم. علی آقای مینایی مونم فکر کنم تا دقایق دیگه تابلوشون رو تموم می‌کنن که در پایان برنامه خدمت مهندس تقدیم خواهیم کرد. عرض کنم که جناب مهندس می‌خوام یه ذره خاطره بازی کنیم. برگردیم به یه ذره سال‌های قبل. مجله گل‌آقا یادتونه؟ بله. فکر میکنم شما و جناب آقای حبیبی از اون دست، مرحوم حبیبی از اون دست عزیزانی بودین که خیلی باهاتون شوخی میشد. بله. روی صفحه، مخصوصا صفحه خود مجله، این شوخی ها، این حالا اتفاقایی که در مجله میافتاد تو هیئت دولت هیچ وقت مثلا حرف زده نمیشد راجبش. شما خیلی جنبتون به نظرم بالا بود اون موقع. خیلی خدا رحمت کنه آقای گلارآقا رو که از زندان میشناختم و پس آشنایی داشتیم باشون. بله، سوابق بسیار و خیلی هم نزدیک بود. اگر که بنده و مرحوم حبیبی نبودین، گلارآقا اینطوری گلارآقا نمیشد و مفصل
ایرادات و اشکالات میگرفت و ما هم سعی میکردیم که بتونیم ایرادات و اشکالات رو برطرف کنیم. خیلی روابط برادرانه و بسیار خوب داشتیم. خدا رحمت کنه، روح شاد باشه، برای اینکه بعد از انقلاب مجوز گرفت و این کار رو خیلی خوب انجام داد. بسیار عالی. گفتم یه خاطره ای از اون سالها برامون بگین. موردی بود همیشه به محض اینکه گل آقا منتشر میشد برای من میفرستاد و هیچوقت ناراحت نشدین آقای مهندس؟ ابدا. چقدر خوب. ببینین جریان اجتماعی اقوای به جریان سیاسی است. جریان ما یه مقدار سیاسیه، خب مورد نقد قرار میگیره، ولی جریان اجتماعی آدم رو تسلیح میکنه. درست. خیلی هم زیباست. عرض کنم خدمتتون که جا مهندس الان در 1400 فکر میکنم تقریبا از هر حالا 3 نفر 2 نفر گوشی هوشمند دارن و این گوشی هوشمند در همه ایران آره در ایران 80 میلیون جمعیت هست، 200 میلیون سیم کارت هست. آره گوشی هوشمند رو دارم میگم، حالا خیلی گوشی های ساده تر دارن. بله. و این گوشی هوشمند همه کارها رو انجام میده برای فرد، یعنی کارهای بانکیش رو انجام میده، شبکه‌های خبری و و و و دقیقاً و... شما گوشی هوشمند دارین خودتون شخصا؟ بله. گوشی هوشمند دارین؟ بله. روی گوشی هوشمندتون شبکه‌های مجازی حالا اینستاگرام تلگرام هست؟ خب میخوام به این نکته برسیم که اون موقعی که وزیر پست و تلگراف و تلفن بودید آیا فکر میکردید یک روزی یک روزگاری به اینجا برسیم، شبکه‌های مجازی باشن، من با یه گوشی هوشمند با یه چند تا کلیک اصلا وارد یک دنیاهای عجیبی بشم؟ ببخشید، ما ارتباط دو طرفه برقرار کردیم که تلفن و موبایل باشه و این پیشبینی ها چون مهندس برق بودم و جریان بین‌المللی رو میشناختم و خیلی خوب تشکیلات مفصل اروپایی آمریکایی رو میدونستم، چرا اینا برام مثل آب خوردن بود، یعنی این اتفاقات به سرعت میفته. چقدر جالب، خیلی هم عالی. جا مهندس میخوام چند تا کلمه از خدمتون بپرسم. من کلمه رو میگم، هر چی به ذهنتون رسید شما بفرمایید. هیدری نام افغانی دوره هایی که بود که در خدمت حضرت امام ظرف 5 سال در نجف خدمتشون بودم. یعنی اسم مستعارتون بود که کارهای چریکی میکردی؟ نه، من یه پاسپورت خریده بودم 800 تومن در سال 54. از این فرار کردم از ایران با اون پاسپورته؟ با پاسپورت چیز رفتم از ایران فرار کردم، رفتم به ترکیه و با اسم هیدری یک پاسپورت پیدا کردم که وارد شدم. 250 تومنم دادم به قاچاقچی که این کار رو انجام داد. بسیار عالی. حقوق نجومی جا مهندس؟ آرزوهایی که به نتیجه نمیرسه، یعنی وقتی حقوق عامه صرف حقوق خاصه میشه این رضایت عمومی مردم درش نیست، بنابراین به قوله ما اسپانیا صرف دوا و داروخانه میشه. ولی هست دیگه، کسانی که این جریان رو از دهه 60 به بعد چیز شدن تشویق کردن همشون از بین رفتن، یعنی دولت‌های مختلف امتیاز طلب که بالاخص امتیاز گرفتند و تبدیل کردند به امتیازات مادی همشون عاقبتشون به شر شد.
مرحوم مصطفی خمینی. خدا رحمت کند. آره، تنها کسی بود که در نجف ما رو میپذیرفت و به حرفمون گوش میکرد. ربا وسیله‌ای که ضد تولیده. عرض کنم خدمتتون که کلمات تموم شد. میخوام یه سوال دیگه از خدمتتون بپرسم. آخرین باری که بی پولی بی طاقتتون کرد کی بود آقای مهندس؟ هرگز در طول عمرم در این 80 سال نه برای انجام هیچ کاری بی پول نشدم. نه در دولت، نه دست دستی به مردم کردم و به حمد الله و المنه هم خانواده ثروتمند بود و بعد هم که من مهندس برق شدم جیبم پر پول بود. بسیار عالی. البته قانعم بودن. چه ذکری رو بیشتر با خودتون میگی؟ جریان اجتماعی. آقای مهندس، این سوال رو من از اغلب دوستان و عزیزانی که میان در گپ نشینی پرسیدم. فکر میکنید در زندگی، در طول این زندگی کسی از شما ناراحت بوده؟ حق و ناسی به گردن شما بوده؟ سعی کردم که اگر کسی از من حق و ناس داشته باشه رضایتش رو به دست بیارم، ولی هر چی سعی کردم کسی نه از من شکایت کرد، نه از من طلبکاری کرد، نه چیز. فقط یه مورد رو نتونستم جواب بدم و اون عبارت از این بود که یه معلمی داشتم که اسمش رو نگفت. پسرش رفته بود به آمریکا، 100 دلار گذاشته بود توی یه پاکت، فرستاده بود برای پدرش و گم شده بود و اون نامه نوشت به من و این 40 ساله که من رو اذیت میکنه. و اگر سخنی در پایان دارید گوش میکنیم که متوجه باشیم که انسان مکلف به این که دوره زندگیش رو طوری بگذرونه که حقی از مردم به گردنش نباشه. بسیار متشکر. علی آقای مینایی، به به به، تابلو آماده است. علی آقا خسته نباشی. مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به طبقه محروم باز دارد. آی مهندس، تشکر. سخنی از نهج البلاغه. به 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 به، بینندگان ما هم ببینند. خیلی متشکر. بسیار. علی آقا دست شما. خیلی متشکر. سپاسگزار. خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکر از حضورتون. لذت بردم از گفتگوی با شما. عذرخواهی میکنم. اختیار داری. مبارکتون باشه. به اتفاق جناب مهندس قرضی، برنامه گپ‌نشینی امشب رو از همینجا به پایان میرسانیم و شما رو تا گپ‌نشینی آینده به خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. مبارکتون باشه. سلام. خدمت شما.